خودتون بفرمایید. در خدمت شما هستم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خودتون همه میدونید کسایی که آشنا هستن با من، من جز همین بچه‌های هستم که در اشرف زندگی میکردم. مادرم مجاهد بود و توی اشرف بود. سال 90 وقتی که جنگ شد، همراه با بقیه بچه‌های مجاهدین به خاطر خطراتی که تهدید میکرد کودکان رو، خب همه خارج شدیم و به کشورهای مختلف اروپا و کانادا و آمریکا و این ور اون اومدیم. منم اومدم به فرانسه. چندین سال گذشت. برای که بدونید، من جزء معدود بچه‌هایی بودم که تقریبا میتونم بگم که توی دامن خود مجاهدین بودم. یعنی حتی نرفتم تو پانسیونی در آلمان یا در سوئد یا این ور اون ور. واقعا تو پایگاه‌های خود مجاهدین زندگی کردم همراه با پدرم. وقتی که 15 سالم بود دیگه، خب من واقعا قبل از اینکه از اشرف بیام بیرون، من تو ایران بودم. تا 10 سالگی با چشم خودم همه ظلم و ستمی که به مردم ایران میشد رو میدیدم. حتی مدت‌ها در زندان همراه مادر و مادر بزرگم بودم. خب میدونستم که در ایران چی میگذره و برای من اشرف و مجاهدین کاملا روشن بود که مجاهدین چی کار میکنن، مقاومت چی کار میکنه و برای چی اصلا برای چی مادر و پدرهای ما رو گذاشتن، از ما گذشتن و به مبارزشون ادامه دادن، یعنی فدا کردن. یه به شکلی بچه هاشون رو گفتن ما چشم روی بچه های خودمون میبندیم برای اینکه مردم ایران به آزادیشون برسن، برای اینکه بچه های ایران دیگه بتونن آزادانه نسل های آینده زندگی کنن. و خب من اینو میفهمیدم. 15 سالم که شد قشنگ یادمه، در 15 سالگی به نقطه رسیده بودم که احساس میکردم که دیگه وجودم اینجا یه ذره بی خودیه. نمیفهمیدم که مثلا خب حالا که چی، من اومدم اینجا دارم چی کار میکنم، دارم درس میخونم، میخوام زندگی کنم. خب آره، دلم میخواست که برم مبارزه کنم در کنار بقیه مجاهد. اونجا بودش که درخواست دادم به مسئولین اونجا و گفتم که من میخوام برم مجاهد بشم، میخوام برم توی اشرف و بجنگم با رژیم خمینی و خامنه‌ای و همه این مزدورایی که ایران رو اشغال کردن. توی اون مقطع مادر من مجاهد بود، توی عراق بود. پدر من هوادار مجاهدین بود، در فرانسه بود. به من گفتن که مادرت اجازه داده ولی پدرت باید به ما اجازه بده. اینو برای این میگم، برای اون دسته از آدمایی میگم که میگن ما رو به زور بردن، ما رو با قول و قرار بردن. اینا همش دروغه. من درخواست کتبی دادم، توی خونه مجاهدین زندگی میکردم، اما پدر من وقتی که روزی که رفتم پیشش، عاشق مجاهدینه پدر من، شروع کرد به گریه کردن. گفت چه افتخاری بالاتر از این که دختر من مجاهد بشه، به خاطر اینکه ما عموهای من توی این راه کشته شدن، عموهای من توی سال 60 اعدام شدن. از یه خانواده روحانی اومده بودیم، دوتاشون اعدام شدن، زنمون باردار بود اعدام شد. سرتون رو درد نیارم. پدرم گفت هیچ افتخاری بالاتر از این نیست، اما دلم میخواد که این تصمیمت رو چند سال دیگه بگیری. و به من امضا نکرد که من برم اشرف. همیشه افسوس خوردم به خاطر که وقتی که 18 سالم شد، زندگی منو با خودش برد. رفتم زود ازدواج کردم، بچه دار شدم و دیگه همیشه افسوس خوردم. همیشه با یه جوری به بچه هایی که یک سری از بچه ها رفتن مجاهد شدن و واقعا افتخار میکردم بهشون، میگفتم خوشا به حالشون، چه سعادتی دارن. من نتونستم. یه جایی پام گفتش که نه، عشق و عاشقی و زندگی منو گرفت. ولی اونایی که رفتن، اونایی که پایدار موندن و اونایی که هنوزم که هنوزه مجاهدن و دارن مقاومت میکنن، اونها رو فراموش نکنید. یادتون نره که از این بچه هایی که من انبوهی دوست دارم توی آلمان، توی سوئد، این بر اون، هیچ کدوم، خیلی نرفتن، هیچ کس کسی رو اجبار نکرد، خیلی رفتن مادر پدرشون دیدن و برگشتن. یه سری هم رفتن، یه سری ها به جایی رسیده بودن که گفتن آقا ما
مصاحبه هاشون هست، میگفتن آره ما دیگه دلمون میخواد مبارزه کنیم، فلان کنیم، بجنگیم با این رژیم. خودشون تصمیم گرفتن و اونهایی که بالغ نبودن، پدر و یا مادرشون امضا کردن و اجازه دادن که برن. پس این نقطه ابهام رو پاک کنید و من اجازه نمیدم که کسی همچین حرفی بزنه. دوم اینکه تمام این کارهایی که میکنن در ادامه همه این شیطان سازی که سالیان سال روی مجاهدین کردن، خب این معلومه الان همونطور که خود آقای حبیبی گفت، خب الان به نقطه ای رسیده که دیگه انقدر مقاومت سرش بالاست و پیروزی از این بر همه جا سرفرازه، چه در ایران، چه در قیام‌ها و چه در همین دادگاه سوئد. خب موندن دیگه چیکار کنن که چهره مجاهدین رو یک بار دیگه بیان دوباره کثیف کنن. و من و امثال من و بچه هایی که الان در کنار مقاومت هستیم و با افتخار هستیم و دفاع میکنیم برای اینکه هیچ نیروی مقاوم و مبارزی به غیر از مجاهدین وجود نداره که بتونه این رژیم رو سرنگون کنه، و ما که در کنارش ایستادیم، من دارم زندگیمو میکنم، الان 3 تا بچه بزرگ دارم، ای کاش که منم میتونستم مجاهد باشم، ولی این در اختیار همه کس نیست. هر کسی نمیتونه از همه چیزش بگذره، مبارزه طولانیه. کاملا به اونایی که نکشیدن و نتونستن بهشون حق میدم که نتونستن، خب بیاین زندگیتونو بکنین. برای چی این حرفای مزخرف رو میزنین؟ برای اینکه مادر پدرای خودتون هنوز دارن جانانه میجنگن توی این راه. واقعا شرم داره، خجالت داره. یعنی کسی که مادرش یا پدرش مجاهده چجوری میتونه بیاد این مزخرفاتو بگه؟ بنابراین خواستم اینو شهادت بدم، چون آقای حبیبی اول برنامه گفتن دلم نیومد، من کلا خیلی دوست ندارم حرف بزنم، ولی توی اومدم که اینو بگم که همچین چیزایی دروغه. کسانی رفتن به اشرف، یک سری ها آگاهانه موندن، یک سری هاشون هم برگشتن بعد از چند سال، بعد از 2003، خیلی هاشون بعد از 2003 برگشتن و من با گوشای خودم شنیدم، میگفتن دیگه وقتی سلاح نداشتیم، دیگه وقتی که مبارزهی در کار نبود، جنگی در کار نبود، دیگه موندن اشرف چه فایده؟ یعنی میخوام بگم که این حرفا همه زده شده، این واقعیت ها هست، به گفته ها و چرندیات این مزدوران عناصر نمیدونم وزارت اطلاعات گوش ندین. اینا فقط برای سیاه کردن و در راستای همون شیطان سازی که علیه مقاومت تو این 42 ساله انجام شده. خیلی ممنون، ببخشید که طولانی صحبت کردم.